روسیه سرزمین معماهای پیچیده است. از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، این بزرگترین کشور دنیا مملو از اسرار و رمز و رازهای فراوانی است. با ما باشید با اولین سری از مجموعه زندگی روسی در یورونیوز. سفر خود را از نزدیکی های قطب شمال و از مجمع الجزایر سلاویتسکی آغاز میکنیم. اینجا مقدس‌ترین مکان مسیحیان در روسیه است. جواهری در طبیعت با یک معماری منحصر به فرد قرون وسطایی. اما چگونه شد که این مکان تبدیل به محل رنج و تحقیر عده‌ای شد؟ بیش از 1000 سال پیش از این، زمانی که ساکنان جنگل‌های شمالی با تخت سنگ‌های اسرارآمیز خود پا به سواحل این جزایر گذاشتند، سلاویتسکی مقدس شد. هدف از ساخت این لابیرنت به نظر برخی از باستانشناسان جادو کردن شکار و ماهیگیری بوده و به نظر برخی دیگر نشانه‌ای بوده برای گرد آمدن ارواح درگذشتگان. الحاد راه پیروان مسیحیت را از هم جدا کرد. در قرن 15 بود که سلاویتسکی با صومعه زیبای خود نه تنها به مرکز ارتودکس ها تبدیل شد، بلکه دژ نظامی و مرکز اقتصادی، فرهنگی و سیاسی منطقه هم نام گرفت. اعتقاد زمانه بر این بود که این مکان با خدا فاصله کمتری دارد و قدرت و انرژی منحصر به فردی به عبادتگران ساکن جزایر می دهد. روس‌ها همواره به سلاویتسکی علاقه داشتند و برای زیارت به اینجا می آمدند. در روسیه قرون وسطا این عقیده حاکم بود که هر روس باید حداقل یک بار در طول زندگیش برای زیارت به اینجا بیاید. در واقع سفر به سلاویتسکی جای سفر زیارتی به سرزمین مقدس را گرفت. با به قدرت رسیدن بلشویک‌ها در روسیه، تاریخ تیره‌ای برای سلاویتسکی رقم خورد. در دهه 1920 آنها صومعه را خراب و راهبان و روحانیانش را روانه زندان کردند. 350 هزار مجرم کیفری همراه با دانشمندان، هنرمندان و دیگر اندیشان میهمان این جزایر شدند و سیستم کار اجباری و گولاک ابتدا در این محل آزمایش و اجرا شد. آنها فهمیدند که این جزایر محل خوبی برای زندانی کردن مخالفان بالقوه رژیم است. مکانی سرد و دور افتاده نزدیکی قطب شمال. این توانست همه را شامل شود و آن موقع بود که مردم هوشیار جامعه تازه فهمیدند چه چیزی در حال اتفاق افتادن است و این برای روسیه خیلی بد و خطرناک بود. کار سخت، بیماری و اعدام‌های دست جمعی دلایل اصلی مرگ 5 تا 7 هزار زندانی در سلاویتسکی بوده است. آنهایی که طاقت آوردند و زنده ماندند خیلی خوش شانس بودند. اینجا صدها و شاید هزاران زندانی را خوابانده بودند. همه این درخت‌ها و ساختمان‌ها روی گورهای دست جمعی این افراد بنا شدند. در سال 1939 اردوگاه‌های کار اجباری تعطیل شد. امروز مجموعه میراث و زیبایی‌های طبیعی سلاویتسکی در کنار موجی از جهانگردان و زوار که از سراسر دنیا برای دیدن این جزایر به اینجا می‌آیند، شرایط زندگی مناسبی را برای حدود 1000 سکنه آن به وجود آورده. همه افراد از روس گرفته تا خارجی ها برای تعمق و تلاش برای یافتن پاسخ سوالات مهمی که در زندگی خود دارند به اینجا می آیند. این که هدف من از زندگی چیست و برای اینکه زندگی درستی داشته باشم باید چه کارهایی انجام بدهم؟ با احیای صومعه تاریخی، سلاویتسکی راه خود را برای بازگشت به دوران طلایی پیدا کرده است. هنوز هم در هر مراسم پاک، داستان غم‌انگیز مرگ و روز رستاخیز در سرزمین مقدس روسیه یادآوری و به همگان گوشزد می شود. از جزایر شمالی روسیه به رشته کوههایی در جنوب این کشور می رویم. طی نسل‌ها کوههای اورال سنگ بنای صنعتی شدن روسیه محسوب شده است. امروز این کوهها در حال احیای هویت جدیدی هستند. میراث سنتی در کنار مدرنیته. وعده ما 2 هفته دیگر در برنامه بعدی زندگی روسی.